قصه آن حکیم کی دید طاووسی را کی پر زیبای خود را می کند به منقار و می انداخت و تن خود را کل و زشت می کرد. از تعجب پرسید کی دریغت نمی آید؟ گفت می آید، اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این پر عدوی جان من است. پر خود می کند طاووسی به دشت، یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت. گفت طاووسا چنین پر سنی، بی دریغ از بیخ چون بر می کنی؟ خود دلت چون می دهد تا این حلل، برکنی اندازیش اندر وحل؟ هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در طی مصحف می نهند. بهر تحریک هوای سودمند، از پر تو باد بیزن می کنند. این چه ناشکی و چه بیباکی است؟ تو نمی دانی که نقابشش کی است؟ یا همی دانی و نازی می کنی؟ قاصدا قلع ترازی می کنی؟ ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مر بنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خوابیش که دارد صد خطر. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الام آن بران کس شد وبال. خوشی ناب زردمی بفراب زدت، بیم و ترس مزمرش بگدازدت. بیم و ترس مزمرش بگدازدت، وین نیازر چک لاغر می کند. صدر را چون بدر انور می کند، چون زمرده زنده بیرون می کشد. هر که مرده گشت او دارد رشد، چون زنده مرده بیرون می کند. نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی و صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. برمکن آن پر که نپذیرد رفو، روی مخراش از عزا ای خوب رو. آنچنان رویی که چون شمس زهاست، آنچنان رخ را خراشیدن خطاست. زخم ناخون برچنان رخ کافریست، که رخ مه در فراق او گریست. یا نمی بینی تو روی خیش را، ترک کن خوی لجاجندیش را.